قاتلی دخترکی تاجی کوشش دارد از جوابگری رهایی یابد. عزت امان، حقوقهای خود را طلب نماید. ازبکستان، رید علیه ریش در شهری تاشکند. قاتل هویدا دخترکی تاجیک با هر گونه راه کوشش دارد از جوابگری رهایی یابد. حمایتگری سودشونده الکساندر سیامین یلینا ساموخینا در جریان سودی آخر از سودکننده خواهش نمود که پدری دخترکی کشته شده را با بهانه آن که گویا او پدری بیولوژی دخترک نیست و از این لحاظ او را به سود راه ندهند. در این خصوص با ازیا پلوس خبر داد پدری هویدای کشته شده عبدالسلام سعیدوف. дело изолировал. Смерти его дочери не было бы. Как не связано? Как это так? Поэтому тут, конечно, нас это крайне возмутило. Мы не остановим. Айнан чунин ақидаро ҳимоятгари жабр дида, дагир Хасавов дастгири менамояд. Фикр мекунам ки эҳтимол ин бозии холаи айбдоршаванда аст ва аз номукаллафӣ ӯ шубҳа мекунам. Ҳоло ман маълумоти дақиқ дар ихтиёр дорам, ки Сиёмин сиҳат аст ва иштиҳои хуб дорад. با مروری زمان به سیر و گشت می براید و علاوه بر این دولت کوشش دارد او را تبابت نماید. ابراز نمود خسواف. یاد رس میکنیم که هویدای 5 ساله سنه 22 ایولی سال 2018 در سرپخوی ولایت مسکو در نزدیکی منزل استقامتی آیلش ربوده شده بود. جسد مسلوخ شده هویدا سنه 23 ایولی سال 2018 در نزدیکی راهی آهن زواد یافت گردیده بود. تشخیصی طبی نشان داد که اول دخترک تجاوز شده است، سپس کشته شده است. با گمانی صادر نمودنی جنایت ساکن محلی 28 ساله الکساندر سیامین در همسایگی استقامت کننده دستگیر شد. во-первых мы обжалуем данное решение Мосгорсудия. Сейчас я запрошу протокол судебного заседания, посмотрим в какой части соответствует. منتظر باشید که هر یک سومی که شما در بانکای خارجه دارید من با عقیده حمایتگری حقوقی مشهور تاجیک عزت امان، امام علی رحمان در زمان حکمرانی خود در حاکمیت رژیم حقیقی حکمروایی بنیاد نموده است که در نتیجه آن پایمال شوی حقوق ساکنان کشور به یک حالت عادی تبدیل یافته است. پس از 30 سال حکمرانی رحمان وضعیت آیلی حقوقهای انسان روشن است. در کشور یگان نشریه مستقل وجود ندارد. اکثریت فعالان و ژورنالیستان مستقل مجبور شدن کشور را ترک نمایند، زیرا در تاجیکستان برای آنها امنیت وجود ندارد. اینچنین به نزد خویشاوندان و نزدیکان فعالان و ژورنالیستان کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمات مخصوص منتظم با تهدید خبر میگیرند. ابراز نمود حمایتگری حقوقی معروف با خبرنگاری خبرها. دیروز با صداقت دوستا و برادرا و هموطنان خودم قائل شدم. خود همی آفیس اینچنین حمایتگری حقوق از ساکنان تاجیکستان دعوت نمود که به حادثه های در داخل کشور شده استاده به اعتنا نباشند. می خواهم مردم تاجیکستان بیدار شود و درک نماید که در اصل در تاجیکستان چی شده استاده است. مهم آن است که مردم طلب نمودن حقوق های خود را یاد بگیرد، زیرا حقوق های آنها در تمامی جا پایمال می شود. اما مردم ما می ترسد، سخن حق را نمی گوید و حقوق های خود را طلب نمی کند. برای همین هم احوال ما چنین است. عیناً همین را به مردم ما مصلحت کردنی هستم، گفت عزت امان. فکر کردیم که تاجیک دیگه صاحب نداره، از بس حکومت ما خاموش بود، از بس حکومت ما نیست فی زمین به خطای داد. من اولادن سوردم این سقال از آلم از دیشته برنچه. در بازار الکترونی ملیکه شهری تاشکند سنه 23 آگوست از طرف کارمندان حفظ حقوق علیه مردان ریشدار رید برگزار گردید. در نتیجه رید ده ها ساکنان محلی ریشدار دستگیر شده به شعبه میلیسه ارسال گردیدند. در بینای مقامات ریش های تمامی دستگیر شدگان را تراشیدند، سپس آنها را آزاد کردند. در این خصوص یکی از استفاده برندگان سامانه فیسبوک جمال الدین محمد خبر داد. وقتی که از بازار ملکه برآمدم کارمندان حفظ حقوق خود را معرفی نکرده مرا دستگیر نمودند و به سرایست میلیسه رقم 4 ارسال کردند. در بینای مقامات نوبتی دراز را دیدم که در آن تنها جوان مردان ریشدار استودند. در حال فهمیدم که در نوبت استودگان برای ریش دستگیر شدند.
در اتاق دیگر نیز نوبتی دراز بود. در آنجا معلوماتی دستگیر شدگان را می نویستند و آنها را صورت می گرفتند. مرا نیز صورت گرفتند. در اتاق دیگر با ما صحبت می گذراندند. در آنجا به من گفتند که حتما ریشت را می تراشی. من رد کردم. سپس کارمند دیگر خود را معرفی نکرده به من گفت که اگر ریشم را نتراشم مرا آزاد نمی کنند. من به او گفتم به من قانونی را نشان دهید که در آن گذاشتن ریش من شده باشد. من به چون و چرا به طلب شما اطاعت می کنم. ولی آنها چنین قانون را و یا سند را نشان داده نتوانستند که در آن نوشته شده باشد که ریش گذاشتن من است. نوشته است جمال الدین سنه 23 آگوست در صحیفه فیسبوکی خود. کینگی 5 یلده ازبکستانده اوسش صورتلاری یاد راست میکنیم که در زمان حکمرانی سابق رئیس جمهور کریموف در ازبکستان برای لباس زنان اسلامی رفتن کودکان به مسجد از طرف مردان گذاشتن ریش و غیره ممنوعیت وجود داشت. 17000 ادشکنلردن اونو بیچاره‌سی پیشانه‌سی تحلیلگران قید میکنند که هرچند اصلاحات ها در سوهای دین از طرف میرزیایف اعلان گردیده وضعیت را پس از سبکی کوتاه مدت به حالت اولا برمیگردد که باری دیگر عیان می شود اصلاحات های گذرانیده استاده خصوصیتی خودنمایی دارد. جالبی دقت آن است که مجبوراً تراشیدن ریشی مردهای دیندار نه تنها در ازبکستان عملی می گردد. در طول 5 سال آخر مشاهدان در تاجیکستان منتظم ریدهای همانند علیه ریش را قید کردند. ریش را می گیریم، مسئله قطعی را به ترتیب در آورده بگیم.